شب همتان بخیر عزیزای دل. امیدوارم که جور و صحت و سلامت باشین. هر جایی که هستین روزتان به خوشی سپری شده باشه. جمعه شب هست و برنامه سراچه آغاز شد. امیدوارم تا آخرین دم مثل همیشه با ما همراه باشین. یک ساعت برنامه را ما معمولا مهمان می داشته باشیم و مهمانایی که شما دوستا چهره هایشان را سال هاست که می بینین، با کارهایشان آشنا هستین، ولی دلیل اصلی که در برنامه دعوت میشن روی چالش های زندگیشان و بودهای مختلف زندگیشان بحث کردن است که شما دوستا آشنایی بیشتر با اونا پیدا بکنین. و خوشبختانه امشب هم من مهمان دارم. مهمان ما دکتر نسرین اوریاخیل، رئیس شورای طبی افغانستان، رئیس بنیاد سرطان و وزیر اسبق کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین هست که بسیار زیاد خوش آمدید میگمشان. تشکر. با تقدیم سلام و احترام بر بیننده محترم تلویزیون طلوع و هموطنانم و تشکر از شما که در یک برنامه وزین و پربیننده سراچه مرا دعوت کردید. تشکر بسیار زیاد. من از چند ریاست خانه نام بردم، چند تای دیگه نام نگرفتم دکتر صاحب. در واقعیتش ما وظیفه رسمی ما فعلا باعث رئیس شورای طبی افغانستان هستم، اما در دو بخش دیگه هم کار میکنم، ولی باعث پرزیدنت، یعنی ما وجه ماش ندارم، ولنتیر کار میکنم. از طریق انتخابات آمدیم، البته در ارگان ها رئیس اجرایوی موجود است، ولی سیستم شمطر است که یک بخش ولنتیر رهبریش میکنه یا کسایی که دو طلب کار میکنه که یک رئیس میباشه و یک بورد میباشه، و ما رئیس بورد دو بخشی که یکش شما نام گرفتین، بنیاد مبارزه با سرطان و یک ارگان دیگه هم به نام انجمن راهنمای خانواده افغان که از اولین انجیو های افغانستان است که تا حال در مورد طفل و مادر فعالیت میکنه و اونجا مصروف است. بسیار خوب. به من جالبی بود که همه وظایف را که شما انجام میتین کلشان در حد ریاست است. ما در پهلوش رئیس خانه هم هستین دیگه. چطور میتونین برسین به کارا به همشان یک جا؟ چطور میتونین برسین؟ اصلا در دو بخشی که من مصروف هستم که در کدام امتیاز مالی من ندارم و باعث پرزیدنت هستم، به شکل رضاکار کار میکنین؟ بله. او فقط یک لیدرشپ یا یک رهبری کلی را میخواد. بله. یعنی زیاد وقت خودم ما مصرف نمی کنم. وقت زیاد ما در شورای طبی مصرف می کنم. حتی برای این دو بخشی که ما کار می کنم، روزایی که بعد از وقت باشه، روزای رخصتی باشه، ما کار برشون می کنم که ما وقت مردم از نظر وظایف دولتی خود هم نگیرم. ولی مطمئنن که در خانه هم، مخصوصا حالا که ایام کرونا است و یک ذره کسایی که خانمایی که کتمه در خانه هم کار بودن، کار میکردن، اونا متاسفانه حال امرای من نیستن و مصروف فعالیت هستم. ولی در خانه یک چیزی که ما داریم همیشه، یک تیم بسیار خوب فامیلی داریم که کارها را تقسیم میکنیم. مطمئنن من با این مصروفیتم نمیتونم به کل چیزا برسم. تجربه مدیریت قدر شما رو نام خدا چی میگن فعال ساخته که حتی مدیریت خانه را هم به بسیار خوبی شما کنترل میکنین و به دست همگی دادین مسئولیت‌هایشان هم تر است. میگن که مو ضرورت مادر ایجاد است. وقت آدم مجبور شد، مجبور است که مدیریت خود قوی بسازد. در غیر از او خانه هم یک رکن اساسی زندگی انسان است و باید به او برسیم. اولویت خاطر... یکی از مهمترین اولویت های زندگی ما. برای از اینکه در بیرون در وظایف رسمی اگر من رئیس نباشم یک رئیس دیگه میه، ولی در خانه باز دیگه کس نیست که امورات خانه را به شکل که یک مادر یک خانم پیش میبره کسی باشه، و او خاطر واقعا وظیفه مهم ماست. اما در پهلویش مردم هم به ما ضرورت داره که باید کار بکنیم، با او خاطر بهترین چیزی است که از وقت خود خوب استفاده کنیم. مدیریت وقت بسیار یک چیز مهم است که متاسفانه اکثرا مراد نمیشه و همو باعث میشه که ما یک کشور عقب مونده هم هستیم. به شما یک لقب دادن زن سیستم ساز، چطور برتان میگن زن سیستم ساز و چرا؟ شاید خودتان هم شنیده باشین، برتان بار بار بله گفته بله. باشن. من اخیرا یک ایوارد گرفتم، یکی از بنیادهای بسیار خوب است در افغانستان به نام بنیاد زندگی، که اونا همیشه هر ساله در سکتورهای مختلف افراد مختلف چی میکنن، تقدیر میکنن. برای من هم آمدن امرای ما مصاحبه کردن، من خبر نداشتم که اینا سلکشن دارن برای ایوارد و
به چی نام های هر کس القاب میده که نظر به کار کرده که کردن در جریان گفتگویی که تزیه داشتم بر من گفتن که شما را یک خانم سیستم ساز می نامیم به خاطر از اینکه ما همیشه برنامه هایی که در طول عمر خود کار کردیم البته که مسئولیت بلندتر داشتیم همیشه خواستیم که برنامه های ما فرد محور و پروژه محور نباشد همیشه خواستیم که به شکلی که این به شکل یک پروگرام دوامدار بیه و یک سیستم را ما اوجا بگذاریم که اگر من نباشم سقوط نکنه و دیگه ای که به مردم خیرش همیشه برسه با مخاطر در هر جایی که کار کرده بودم قصه خدا کردم بالاخره اینا با مو ذکاوتی که دارن گفتن که شما را یک خانم سیستم ساز میگیم که در هر جایی که کار کردی و مانده تا حال استفاده میشه ولو که خودت نیستی در ارگان دیگه به خاطر این لقب بر من داد بسیار خوب موثرترین کاری که خودتان به او افتخار میکنین برای طب افغانستان و در عرصه طب انجام داده باشین چی است؟ در مجموع هر دکتری که خوب کار کنه تمام کارهایش موثر است ولو که یک خدمت بسیار خرد کنه و یک خدمت بسیار بزرگ به او خاطر ما یک چیزی که همیشه افتخار است و شاید زیاد کسایی که امیال مرا میبینن ایره تصدیق بکنن که همیشه که مریض خود خوب رویه کردیم همیشه قصه مریض شنیدیم درد مریض شنیدیم و هیچ وقت غفلت نکردیم مقابل مریض که ما کار دیگر ارجیت بود و بگویم که نه مریض باز در ردیف دوم است این کار اول است همیشه مریض برم در ردیف اول بوده و از این کار خود راضی استم و خوش هستم که و از خداوند سپاسگزار هستم که قدرت بدگویی و بدرویگی را برای مریض برای من نداده بود چقدر خوب و از این کار زیاد کارا کردیم ولی اخلاق خوب دکتر روی خوب خوب دکتر و کم کردن مسافه بین مریض و دکتر یکی از هنرهای طبابت است که اگر این نداشته باشه به هیچ صورت مریض سرش اعتبار نمیکنه و ما قلبا خوش هستم که تا بالا به می شکل ادامه دادیم شما رئیس ملالای زیجندون هم بودین چند سال در اونجا کار کردین؟ حتما بیشتر خانواده کمیال برنامه رو میبینن با چهره تان آشنا هستن بله ما در شفخانه ملالای مثل یک خانه دوم ما است برای اینکه من که نو فارغ شدم و دکتر شدم همه موجه بودم و واقعا دوستش دارم و مادر شفخانه های نسایی ولادی افغانستان است تقریبا 65 سال پیش آغاز به کار کرده و زیاد خدمت کرده برای مادرای افغانستان ما من حیث رئیس اوجه از طریق رقابت آزاد کامیاب شدم و رفتم مدت 8 سال اوجه رئیس بودم و اوجه بعضی کارهایی که تا به حال نشده بود در سیستم سی افغانستان انجام دادیم که امیال شاید هم و کارهای ادامه داره و مردم ما مستفید میشه مخصوصا خواهرای ما که بسیار محروم و محکوم هستند و در نقاط بسیار دوردست زندگی میکنن و این تصور نمیکردن که او تداوی ها برشان متصور خود بود در سیستم سی مثلا تداوی فیستولای ولادی در افغانستان متاسفانه اما قسمی که مرگ و میر مادرها در افغانستان بلند است ولادت های انسدادی یا بسیار سخت هم یکی از اسباب مرگ و میر مادرها و اطفال و معیوبیت های مادرها است که متاسفانه یکی از معیوبیت هایش امی فیستولای ولادی است که مثانه و رکتوم یا بخش رودی کلان به اصطلاح مردم عوام سوراخ میشه و باز مواد غایطه و ادرار به سر به خود میره که یک بوی و تعفنی یا پا جور میشه و بالاخره خانم به حیث یک جنسیت دوم قبول میکنن و حتی در اتاق خود نمیمانه مردم و فکر میکنن که دیگه ای قابل تداوی نیست متاسفانه تا چند سال پیش ما همی سهولت نداشتیم در افغانستان و خانم ها تداوی نمیشدن و بسیار زیاد ظلم میشد مریضای مصاب به میمرض بله و متاسفانه اکثریتش در نقاط دوردست و مناطق غریب بود که اوجه شفخانه نبود اوجه دکتر نبود اقتصاد خوب نداشتن و بالاخره معروض به این مشکل میشدن که خوشبختانه این مرکز ما ایجاد کردیم و فعلا در اون مرکز خانم ها بسیار خوب تداوی میشن به ابتکار شما؟ بله ابتکار ما و تیم ما مطمئنن کسی که
در یک جای کار میکنه تنها نمیتونه. ما یک تیم متحد داشتیم، خانمای بسیار قوی داشتیم و خواستیم که این مرکز ایجاد کنیم. آل خوشبختانه او مرکز به 3 مرکز تبدیل شده که یک برانشش یا شعبش در ننگرهار و یک شعبش در هرات است. و برعلاوه از اینکه این خانما تداوی میشن، 10,000 افغانی کرای راه هم برشان میده، برای که اونا غریب هستن و یک کار بسیار خوب، فامیلشان هم نمیخواه که زیاد مصرف کنه سرش، که من واقعا لذت میبرم از این بنیادی که اوجه ماندیم و همیشه میخواهیم حمایش کنم. شما موفق باشین دکتر صاحب. تشکر. در آغاز برنامه روی فعالیت های دکتر صاحب صحبت کردیم، البته انگشت شمار کارهایی که انجام داده بودند. تا آخر برنامه موارد زیاده داریم که رویش بحث خواد کردیم و همراهی شما دوستان هم خواهان هستیم. جوس نکتار طبیعی شفا را هم نوشیدن شفا فراموش نکنید. در لابلای برنامه ما و دکتر صاحب هم می نوشیم. دکتر صاحب بسیار محتاط هستند در خوردن غذاها و اینا، شما چطور هستید؟ نه ما قضیات محتاط نیستیم، اما احتیاط خوب چیز است. بسیار خوب است. پس نوشابه مایل بکنین شما هم دکتر صاحب. ما هم یک وقفه میگیریم و بعد از وقفه زود برمیگردیم و با شما دوستا هستیم. شما بیننده برنامه سراچه هستین که جمعه شبها از طریق تلویزیون طلوع به دست نشر سپرده میشه و تشکر میکنم از همه شما که همیشه همراه ما در برنامه میباشین. امشب دکتر صاحب نسرین اوریاخیل را در برنامه دارم. تا این دم کسایی که گپاشو نشنیدن، خوب که نشنیدین، هنوز سر فیلم است. تا آخر برنامه با ما همراه باشین. گپای جالب و اساسی را هنوز نزدیم دکتر صاحب، متوجه نه؟ بله. دکتر صاحب میگن رشته طب یکی از رشته های است که آدم هیچ وقت بی پول نمیشه. هر شرایطی که بیایه، خانواده معمولا اولادای خود فشار میارن سرشان که باید رشته طب انتخاب بکنن. شما کدام وقت بی پول شده؟ اصلا طب غیر از اینکه واقعا پول زیاد آدم پیدا میکنه، اما در پالویش بسیار یک کار ثواب هم است، یک کار بسیار بزرگ اجتماعی است که یک انسان میکنه. نه ما به پیسه هیچ نماندیم هیچ وقته، هیچ وقته، به خاطر از اینکه تا که ما دکتر شدیم و یک کمک فهمیدم، یک کمک تجربه حاصل کردم و معاینه خانه گرفتم و رفتم طرف پیسه پیدا کردن به اصطلاح شما، ولی ما هدف اساسی ما خدمت به مردم است. اما که میگن که کلکی نبان برای آزان، افته و خودش میه. اگر یک طبیب خوب کار کنه، خوب رویه داشته باشه، صادق باشه، مطمئنن که مردم برش آماده است پولان بده و زیاد روزی هم میباشه از پیش. به او خاطر صداقت اصل اون دسته تبابت. اگر ما صداقت کنیم، فکر میکنم که مردم هم هوشیار هستن. یک چند روز اگر یک طبیب کارهای غیر قانونی میکنه و با مردم بازی میته که بالاخره پیسه زیاد میگیره و مردم در آخر داستان میفهمه که این طبیب صادق نیست، اما طبیب صادقه و لایقه، کلگی ضرورت داره. به او خاطر صداقت یک طبیب، دقت یک طبیب و استعدادش و رویه خوبش میارات بسیار بزرگ است که اگر یک طبیب داشته باشه، مطمئنن پیسه یک چیز حتمی در زندگی است، ولی بسیار زیاد هم مهم نیست برای یک دکتر. برای دکتر اصول طبابتش بسیار زیاد مهم است. اگر او را مراعات کنه، مطمئنن پیسه دارم میشه. بیشتر از 17,500 عملیات شما انجام دادین، کدام عملیات ناکام هم داشتین؟ یک چیزی که در عملیات بسیار مهم است است که امو تمام قوانینی که در یک عملیات تطبیق میشه، اگر امور آدم مد نظر بگیره، عملیات خطراتش کم میشه. مطمئنن خطرات موجود است، هیچ امکان نداره. در کتاب های بسیار پیشرفته دنیا نوشته شده که جراحی اینی مشکلات داره و از بسیار پروفسورها و مردم های بسیار با دانش بلند عرصه طبابت اختلالات یا کمپلیکیشن ها رخ داده. بله. اما اگر دقت شه کم میشه. من یک دو خاطره دارم از دو مریض خود که یکیش متاسفانه جنجالی که از طرف انستیزی پیدا کرده بود، یعنی اختلاط انستیزی بود که در یک کلینیک شخصی عملیاتش میکرد، متاسفانه فوت کرد. یعنی او پرابلم عملیات جراحیش نبود، انستیزی بود. و یکی هم یک خانم در شفاخانه ملاله، او وقت بسیار جوان بودم عملیاتش کردم، او متاسفانه فاکتورای خونش خراب بود و هر جایش خون میداد، هیچ استاد نمیشد خونش و بالاخره فوت کرد. که اردوش واقعا هیچ وقت نامشون یادم میره
و نه مچیره هایشان و همیشه به یادم است. خوشبختانه دیگه یک مریض من فوت نکرده. در امی 17.5 هزار عملیات کجا همیشه داده. مریض نجات دادیم، همیشه بعد از یک از عملیات خانه با بسیار خستگی برآمدیم، بسیار حالت خوش برام رخ داده چون مریض من نجات دادیم. چیالی یک حس قشنگ است واقعا. واقعا برای طبیب بهترین حالتش است که مریضش راضی باشه و تداوی خوب بکنه. طبیعتاً در دورانی که شما درس خواندین، دورانی بود که مادرای ما قصه میکنن جنگ بود و کشتار بود و راکت فایر کردن بود از هر طرف، در مو حالت هم شما درس خواندین؟ بله، ما در کابل وقتی که درس شروع کردیم او وقت تنها راکت میامد در کابل، در هر چاروی در هر جای میفتاد، ولی دیگه در مجموع جنگ نبود، در کابل آرامی بود. در شرایط بسیار خوب درس شروع کردیم. اما یادم میاد وقتی که من از فاکولتی طب فارغ شدم و خواستم که امتحان تخصص بدم، در سال 1388 در دوزی سرطان هیچ یادم نمیره و فردایش من امتحان داشتم که با پروگرام تخصص داخل شوم. خانه ما در بلاک های اوایی بود و پشت سر ما عقب خانه ما میدان اوایی بود. اوجا را با راکت که فایر کرده بودن یک ذخیره مهمات در گرفته بود. بسیار یک انفجارات خراب بود، فوق‌العاده یک آتش سوزی خراب بود. تمام همسایه های ما در زیر زمینی رفتن که شاید راکت فایر شود، شاید شیشا بشکنه، یعنی هر کس خود سیف می ساخت. اما من در مو حالم درس خوندم و گفتم که نه، من آمادگی می گیرم که فردا امتحان دارم. خوشبختانه تا صبح در مو بلاکام کسا و گار نشد و مام درس خود خوندم و رفتم و با یک سکور بسیار بلند در اوجه من کامیاب شدم. و در متوالت ما درس خوندیم، کار کردیم. یادم میاد که در سال 71 جنگ بود، جنگ های تنظیمی بود، من دکتر اشرفخانه ملالای بودم. در روز من که نوکری بودم 1000 راکت فایر شد سر کابل در یک روز. در یک روز متاسفانه در اشرفخانه ملالای بودم، پشت سر اشرفخانه ملالای یک راکت خورد، اما نسیزی لوگ ما پایش و گار شد، دور بسته کردیم با شیشه. یک خانم از لوگر آمده بود. این خانم متاسفانه رحمش به اصطلاح مردم ترقیده بود که ما ربچر رحمی میگیم. بسیار بطنش خون داشت، طفلش از بین رفته بود، رحمش تکه تکشته بود. ما هیچ چیز نداشتیم در شفاخانه. دکتری که سینیر یا دکتر کلان ما بود هم در جنگ بند مانده بود، نمیامد. ما تقریبا دکترای بی تجربه بودیم، اما مقابل مریض خود بسیار احساس بزرگ داشتیم. وقتی که هموگلوبین از زیر تعیین کردیم 3 گرام بود که در خانم ها 17 گرام نرمالش است. برای انستیزیلوگ گفتم که ایره باید عملیات کنیم. او گفت که من با این حالت ایره انستیزی داده نمیتونم. خود چی کنیم؟ چی چاره؟ بانک خون نداشت، امبولانس نداشتیم که پشت دکتر خود روان کنیم. تمام راه ها بسته بود، فقط ما بودیم و مریض و فقط شفاخانه. فقط صدای راکت هم میشنیدیم. بله. بالاخره برای انستیزیولوگ گفتم خیلی، من میرم بانک خون، امی خون خود یک تست میکنم، میشه که خون مکتش چی شد. برای اینکه 500 سی خون هیچ چیزم نیست که برای یک کس می. خوشبختانه وقتی او را تست کردیم گروپ خون ما و مریض یک چیز بود. 500 سی خون دادم، مریض خوشبختانه ریانیمه شد و پس احیای مجدد شد. انستیزی دادیم و بسیار مشکل که قضیات تجربه هم نداشتم، برای از اینکه دکتر کلان من نبود، من بسیار جوان بودم وقت. مریض عملیات کردیم، مریض نجات یافت و جور شد. تقریبا تا 3-4 سال پیش هم والدیگه شاید پیر شده باشه او خانم، برای من همیشه از لوگر بود، از ولایت لوگر بود. برای من سیب و جواری و چیزی که تولیدات زراعتیشان بود برای من تحفه می آورد و می گفت که تو نجاتم دادی. یعنی ما در شرایط بسیار سختی که چندین کودتاها را ما شاهدش بودیم، تغییرات حکومتی را شاهدش بودیم و متاسفانه در این هر تغییر من نوکری می بودم. اما که میگم دیدنی دار دیگه، ما دیدنی دار بودیم. من یادم میاد که 11 جدی بود بین جنبش اسلامی افغانستان و بین حکومت، یک جنگ بود در سال 71 و من نوکری بودم. 3 شب در شفاخانه ماندیم، 6 شب شکسته بود. ما در دهلیز تبابت میکردیم، دروازه را بسته کرده بودیم چون جدی بود، خنک بود.
سه شب بعد آشپز آمد گفت که مواد غذایی خلاص شده، شما دیگه برین خانه هایتان که گشنه میمونید. خود تصمیم گرفتیم صبح که حرکت کنیم طرف خانه. یک تاکسی گرفتیم، ما 5 نفرم کارا بودیم، طرف مکرویان باید میرفتیم. در بیچاره ای ساعت آمد که آمدیم که بسیار زیاد مرمی میه و هیچ طاقت نمیشه. و در ضمنش یک خانم بود، همسایه ما بود، که او هم بستر بود در شفخانه. خوی بسیار به ما وزر کرد که خیر مرام کتت ببر. و نمیتونستم کوره در او جبانم، ایرام کت خود در موتر شد. بسیار یک پندکی کلان از این کمپل یا پای خودشون بود از این مریض، او رام گرفتم. وقتی در ساعت آمد پایان شدیم، امیسی همکار ما دوید طرف 400 بستر که برد اوجه دمون تاکویش سیف شد. مرمی هم میاید؟ بسیار زیاد. اتو مرمی میاید، گپ اوام مثل گندم بیریان میاید، امیر اقم مرمی میاید. خوی خانم من نمیتونستم اوجه ببرم و نمیخواستم که برم او طرف. با امی خانم دستش گرفته و ای خانم بسیار ضعیف، کم خون. از دسته که خنک بود، لبکایش کفیدگی خون میامد از پیش لبایش. و او پندکیش هم من گرفته بودم، چون جوان بودم، توان داشتم. این از دستش گرفتیم، گای میشینم میگرفتن نمیتونم، بازی رو کمک تهدید میکنم که مرمی میاردی ما رو میکشه بخی بازی میخیزه تا کیره به بلاکای او رسندم. وقتی بیچاره او رسیدم، دان دروازه زوف کردم، دان دروازه خانه خود. یعنی مریض طبیب وقتی که تسلیم شد باز تا مسرحدی که میتونه به هر نوع کمک کشه و باید برش بکنه، حتی به قیمت جانش هم اگر حتی شد. ولی خوشبختانه من سه سالم رسیدم. وقتی که من رسیدم در دهلیز خانه که فامیلم دیگه بسیار به تشویش است و پدر من خداوند مغفرت کنه، او بوتای خدا بسته میکنه که از رای تپه بیمارو بیای پشت شما، پشت ما. ولی ایران مونده بودن که من چطور رسیدم. اما من برش گفتم که میفهمین یک علتش ایست که من یک مریض کمک کردم، خداوند مرا نگاه کرد به خاطر از او مریض. و او مریض نامش هم امیال یادم هست، هم چیریش هم شاید امیال در کدام جایی باشه نمیفهم، اما یک لذت خاص داشتم از این که من یک انسان کمک کردم، تنها خود از مرمی نجات ندادم. کی باید اصول یک طبیب باشه؟ آرزو میکنیم روزی باشه بخیر که همه ما فقط درباره صلح گپ بزنیم، درباره آرامش گپ بزنیم. شما هم گلو تازه کنین با جوس نکتار طبیعی شفا. ما هم یک وقفه داریم و زود برمیگردیم با شما هستیم. من تشکر میکنم از همیتان که تا این دم برنامه را بیننده بودین عزیزا. برنامه سراچه جمعه شبها از طریق تلویزیون طلوع به دست نشر سپرده میشه و شما میتونین نظر، انتقاد و پیشنهادتان همیشه با ما شریک بسازین. و دکتر صاحب، همسر شما هم دکتر هستن، درست است؟ بله دکتر است. چند فرزند داری؟ من 4 دخترک دارم. نام خدا. بله. چی میخوانن اونا؟ کدامشان رشته طب انتخاب کردن؟ یک دخترکم امیال طب میخواند بیرون از مملکت، یک دخترکم اداره و تجارت میخواند بیرون از مملکت، دو دخترکم در کابل امرایم است، یکیش در مکتب است و یکیش در خانه. داماددار شدین یا نه؟ نه والا نمیخوایم قضود داماددار شم. خورد استن هنوز؟ یکانه چیزی که مادر و پدر وظیفه داره، اولاد خدا باید بانه که درس بخونه، برای از اینکه ثروت دائمی و واقعی زندگی رو برش بده. وقتی یک خانم که عروسی میکنه و در دوران تحصیل در حقیقت بسیار محکوم میشه، او دیگه نمیتونه صحیح درس بخونه. به او خاطر وقت شوهرم میرسه و آسان است، زیاد پیدا میشه، ولی وقت تحصیل باز از پیش آدم میره. خودتان در چی سن ازدواج کرده بودین دکتر صاحب؟ من از 30 سالگی. تحصیلات عالی داشتین که ازدواج بله، کردین؟ بله، چی خوب، عالی؟ بله. بسیار خوب. من تقریبا متخصصم که دفاع میکردم، در اون وقت من حمل داشتم و قبل از او مجردی درس خوندیم، بسیار راحت درس خوندیم. اما وقتم که من احساس میکردم که من مونوگراف ما که دفاع میکردم، درس میخوندم، میفهمیدم که اگر کس 6 سال فاکولته را در اتر اولاد داری و چوچه داری درس بخوانه چقدرش مشکل است. با خاطر فرصت های تحصیلی بسیار بحث مهم است و هر مادر و پدر باید اولاد خود اول تحصیل کرده بسازه. یک موضوعی که امیال سوال در ذهنم پیش شد دکتر صاحب، مطمئنن که تعداد زیاد کسایی که امیال برنامه رو هم میبینن این سوال در ذهنشان پیدا شده باشه.
خانواده خسران بالا شما فشار نیاوردن که دیگه هم طفل بیارین که بچه باشه؟ من خوشبختانه بسیار یک خسران خوب دارم. شوهرم بسیار یک شخص روشن فکر و تحصیل کرده است. با وصفه که 6 ننو دارم، 2 ور داشتم که یکیش خدا ببخشه فوت کرد، یکی زنده است. یعنی فامیلی کلان هستم. اما تا بال دمی 20 چند سال که ما عروسی کردیم، ما یک گپ هم از یانه شنیدیم. میخوایم از خودتان بشنوم در این مورد دکتر صاحب. بخصوص شما که یک دکتر هستین، با این رقم مریضا زیاد سر و کار دارین که با به دنیا آمدن چند دختر پشت سر هم در خانواده ها، بعضی خانواده ها قیامت به پا میشه و حتی با آمدن یک طفل در خانه خود آدم چقدر خوشحال میشه، ولی برعکس بسیاری خانواده هستن که ماتم در خانه شان میفته که چی گپ از دختر به دنیا آوردن. این بسیار واضح است و خشونت علیه زن و محرومیت دخترکا در اجتماع ما بسیار زیاد است. یک چیز واقعیت است. ما تا شاهد وقتایی بودیم که یک مریض زیاد دختر ولادت کرده و دختر از شفاخانه نبردن و ماندن که ایره ما نمیبریم، چون که پدرش خوش نداره که زیاد دختر داشته باشه. و ایره هم بفهمن که بچه در کدام قسمت قبر ما یا گور ما مدرایه که دختر نمیدرایه. دخترم اگر خوب تربیه شود توانمند است، اگر بچه هم تربیه شود. دیگه من امیدوار هستم که اصول آرام آرام تغییر بکنن، گرچه حال بسیار زیاد تغییر کرده و زیاد کوشش میکنن دخترکار با مکتب روان کنن که واقعا یک نقطه امیدواری برای پیشرفت جامعه است. بعضی که اگر یک مادر تحصیل کرده میشه واقعا اولاد خوب تربیه میکنه، برای اینکه او تمام اصول میفهمه. اما بازم این یک مبارزه کار داره و وقت کار داره و ما شما مبارزه میکنیم تا که بخیر و رمارم تغییرات بیاد. انشاءالله با امید امو روز که به جنسیت یک نفر نبینن. داشتن اولاد خودش یک نعمت است. مادرایی را ما میبینیم که سالها تداوی میکنن تا اینکه صاحب یک فرزند شوند. یکی از بزرگترین آرزوهایشان داشتن یک اولاد است، چی دختر چی بچه باشه، ولی خداوند لایق ندیدشان. شما ای را که خداوند لایق یک دختر میبینه، شما باید افتخار بکنین به اینکه فرشته مثل خودتان در یک خانواده میای و باعث میشه که شما زندگیتان رونق بگیره. و پیامای بسیار خوب دکتر صاحب هم بر شما داشت که امید دارم شنیده باشین و دست به دست بسازین به اعضای خانواده، بخصوص به گوش اوید از اشخاص برسانین که این مشکل دارن. این مشکل بسیار کلان است و ناگفته نمانم که شما هم در خانواده دو خواهر هستین دکتر صاحب، همتر است برادر ندارین؟ بله، دو خواهر بودیم، عالم هستیم شکر. و ما 4 دختر داریم که بازم بچه ندارم، تکرار شده هم صحنه. اما ما یک فامیل بسیار متمدن و تحصیل کرده داشتیم. پدرم استاد بود در بی پوانتون و در داخل و در بیرون از مملکت تحصیلات بسیار عالی داشت. برای زوی چیزای هیچ مفهوم نداشت و ما را همیشه میخواست که خوب تربیه بکنه. اما ما چون در جامعه ما آمد یک نورم بود که کس که بچه نداشته باشه باز باید یک زن دیگه بگیره که بچه پیدا کنه، ما همیشه از این راست داشتم در طفولیت و میخواستم که پدرم زن دیگه نگیره و این محبتی که تک ما داره این تقسیم نشه. تا یک وقت که صنف 6-7 مکتب بودم، بخی کالای بچگانه می پوشیدم، عکت بچگانه می کردم، سودای بازار را می آوردم و ایتو می گفتم که پدرم احساس نمیکنه که بچه همسایه سودا میره، ما بچه ندارم، نمیشه. دیگه او رو می خواستم خلا را پر کنم. اما وقتی که کلان شدم دیگه احساس کردم که ما با مو محدودیت هایی که در اجتماع ماست، من نمیتونم دیگه بسیار بازار برم، سودا بیارم. باز تصمیم به این گرفتم که همین بهترین چیزی که برای یک کس بسیار قدر میده چی است؟ دکتر است. من باید دکتر شوم. از امو صنف 6 تصمیم گرفتم که من باید دکتر شوم. خوشبختانه به او ارزای خود رسیدم و من شکرگزار هستم از خداوند. ولی در میجریانه که دکتر شدم بازم سپاسگزار هستم از خدای خود که قدر پدر مادر من و عزت پدر مادر من بسیار زیاد کردم. بازم یک وقفه میگیریم عزیزا، بازم یادآور میشم براتان نوشیدن جوس نکتار طبیعی شفا را فراموش نکنین، بسیار خوشمزه است. من طعم انارش نوشیدم، بسیار خوشمزه است. یام بسیار خوب است.
شما هم میتونین در خانوادهتان میل بکنین و تشکر از اینکه حمایت کننده برنامه هست. بازم یک وقفه میگیریم و زود برمیگردیم با شما هستیم. بیننده برنامه سراچه هستین و تشکر میکنم از همراهی همتان عزیزا. دکتر صاحب، ادامه بدیم برنامه را با این سوال که بفهمت. شما تقریبا 2 سال وزیر کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین بودین، چرا به استیضاح رفتین؟ من وقتی که استیضاح شدم تقریبا یک تعداد زیادی از اعضای کابینه استیضاح شده بودن و مبنای استیضاح چی بود؟ مصرف کم بودجه. متاسفانه در اکثر سیستما با وصف که میگن که ما به زن احترام داریم و به حقوق زن احترام داریم، وقتی که من وزیر کار بودم ما یک پروژه داشتیم از همکاری های ایتالیا که عین پروژه در وزارت معارف هم پیاده میشد. تصادف هم و دایرکتر امی پروژه که ایتالیایی بود بر ما یک مکتوب روان کرد که شما این پروژه را که 4 میلیون یورو بود اینا رو شما نمیتونین که مصرف کنین، به خاطر ازی که در وزارت معارف هم همزمان عین پروژه از امی ایتالیان کورپوریشن تطبیق شده دست ما رو بسته کرد و این بجت یا بودیجه آف بجت بود. آف بجت معنای ازی که حکومت حق نداره او رو زیاد مصرف کنه، دونرها و امی کسایی که پارتنرهای خارجی است اونا مصرفش میکنن، خودشان مصرف میکنن. ای هم آف بجت بود. من چندین مراتبه به همکارای وزارت مالی ما مکتوب روان کردم که ای پیسه را از مخرج بودجه انکشافی ما بکشن، برای اینکه تمام بودجه انکشافی ما 10 میلیون دلار بود، زیاد نبود، و ای 4 میلیون یورو در اینجا مونده بود که تقریبا نصف بودجه ما بود. یعنی اگر ای همکاری را می کردن بودجه ما زیاد مصرفش بلند می رفت، چون که او بودجه هم مونده بود راکت، ولی با اینمی بودجه مصرف بودجه ما پایان آمد چون مخرج همه تو مونده بود. ای دلیل شما باز در پارلمان گفتین که بنابرای دلیل وقتی بود که رفته بود دیگه. بود دیگه. بله، ولی دلیلش همی بود. ای بیخی واضح است و همی الان همکارای ما که در سیستم مالی ما هستن همچنان مشنونی گپ ما. من در زیاد جا با بلندترین مراجعشان هم تماس گرفتم که لطفا نیره بکشین، خود نتانستن. دردناکترین گپ نتانستن یا نکردن؟ شاید نکرده باشن. دردناکترین چیزی که برای من امیال هم یکان دفعه یادم امیه ایست که بعد از من کسی که مسئولیت وزارت کار گرفت بر از اونا خوبم کاری شد، امی پول کشیدن از مخرجشان و بالاخره بسیار زیاد به وضاحت و با بسیار آرامی رفتن به نماینده های مردم گفتن که مصرف بودجه ما به 60 چند فیصد رسید، در حالی که در یک ده دو هفته یا یک ماه به هیچ صورت و مصرف صورت نمیگیره. ما میفهمیم سیستم های بیروکراسی افغانستان که هیچ امکان نداره، اما خبرشتم که بودجه را کشیدن. به او خاطر من امیدوار استم که وقتی که یک خانم به یک سطح بالا میرسه، قسمی که برای مردا هم کاری میشه برای زنا هم باید هم کاری شوه که تا باله من زیاد شاهدش نیستم. و به او خاطر استیضاح من مبنایش مالی بود و مالی هم اینمت یک قصه داشت. اما ای که من بگویم که مرا چرا سلب صلاحیت کردن، اما وقت هم هیچ ناراض نبودم و هیچ حراس نداشتم از استیضاح، به خاطر از این که ما خوشبختانه و تیم ما خودم $1 فساد اداری نداشتیم، یک سند منفی سر ما نداشتن. اما فقط مبنایش همی بود که مصرف بودجه کم است و قصه مصرف بودجه هم همی بود که بسیار زیاد پول از پیش ما، پولی که ما اختیار مصرفش نداشتیم نکشیدن. ولی در مجموع روابطی که بخش اجرایی حکومت امرای ما قنه نداره که پارلمان است، ما امیدوار استم همیشه صمیمانه باشه، برای از اینکه کل ما برای یک هدف کار میکنیم، برای مردم افغانستان. و خوشبختانه خوشبختانه تا حال هم روابط بسیار نیکت نماینده های مردم داره. واسطه کس شدین دکتر صاحب که باز پشیمان شده باشین؟ ولا تا بال نه، هیچ وقت هیچ وقت. به خاطر از اینکه
وسط خودش خیانت است و کسی پول دوزی میکنه، کسی واسطه به جای میکنه. برای اینکه واسطه کردن معنی از اینکه حق یک انسان صادق و مستحق خوردن است و این از نظر اصول اسلام اگر ما مسلمان هستیم نباید این را قبول بکنیم. شما جایزه زن شجاع را هم در جهان به دست آوردین. بله. که یک افتخار بزرگ برای خانمای افغانستان هست. درباره از او بگوین چطور انتخاب شدین؟ معاون رئیس وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا آمدن به کابل، خانم کاتی رسول نام داشت. اونا میخواستن از تمام ارگان‌ها یک دیدن کنن از بخشی که زنا مدیریت میکنن. ما رئیس شفخانه ملالای بودم. به سوران والا هم مراجعه کرده بودن، به قاضی ها، به ژورنالیست ها، هر جای مصاحبه کردن. آمدن شفخانه ما. برای من گفتن که قصه کو که در افغانستان چطور خانم ها زندگی میکنن، مرگ و میر مادر ها و اطفال چطور است. خب بخش های صحت از یادم رای من تماس گرفت. من همی قصه های خود برش کردم که مثلا من 60% زندگی خود داوطلب در خدمت زنهای افغان قرار دادیم و اینی کار کرد هایم بوده، اینی کارا را کردیم. مثلا من رئیس انجمن دکترهای نسایی ولادی بودم، من رئیس انجمن رهنمای خانواده افغان بودم، دیگه بعضی فعالیت های اجتماعی داشتم. اینا رفت، من فکر کردم که یک میمان بود، آمد رفت. یک روز برام زنگ زدن از سفارت و برام گفتن که شما به حیث کاندید ما در به خاطر جایزه زن شجاع افغان یا وومن اف کرجی وارد هستین، ولی لطفا به کس نگوین. به خاطر دو گپ گفت نگوین. یکی که ما میخواهیم که مردم هم متعجب بسازیم، به اصطلاح خارجی ها سرپرایز بسازیم که یک خانم دفتن از افغانستان در تلویزیون ظاهر شود که این جایزه را گرفت. و مسئله دیگه مسئله واسطه. گفتن ما خود شما را انتخاب کردیم، اما باز واسطه‌دارا که فرص میارن سر ما که نه ایره نگیرین ایره و آدم مستحق باز نمیره و شما چون در بخش طبابت بسیار کارهای خوب کردین، بنابراین ما شما را انتخاب میکنیم و شما بیاین. و خوشبختانه باز رفتم در سال 2014 به واشنگتن و دوج از طرف میشل اوباما که وقت خانم اول ایالات متحده امریکا بودن در خانم آقای اوباما، او جایزه را گرفتم و خوشبختانه اولین دفعه که زن افغان به نمایندگی زنای جهان که 10 خانم همراه ما بوده جایزه از تمام دنیا به نمایندگی از کلشان، باز مرا انتخاب کردن که در وزارت خارجه امریکا شما صحبت بکنین که صحبت کردم. حتی سفیر ما خبر نداشت که ما به حیث از این کسی که برای از این جایزه کاندید است آمدیم، چون میخواستن متعجب بسازن. خداوند توانایی خدمت به شما را بده که برای مردم خدمت بکنین و بر خانم ما افتخار بیافرینین. ما هم یک وقفه میگیریم. بعد از وقفه که برگشتیم عزیزا با شما دوستا هستیم. در پایانی برنامه هم همکاری تان خواهان استم. تشکر میکنم از همتون. آخرین لحظات برنامه هست و در آخرین لحظات هم سوالاتی از دکتر صاحب نسرین اوریاخیل دارم که میپرسم. مثلا از دو جمله سوالاتم یکی شمی است که اگر زمینه کار به شما مساعد شد با 3 نفر دوباره بخواید کار بکنین، کدام شان انتخاب میکنین؟ دکتر صاحب عبدالله، دکتر صاحب اشرف غنی و آقای حامد کرزی. کلشان بر من محترم هستن، عرصهشان محترم هستن و نمیخوایم نام یکشون رو بگیرم، اما نظر به ارزشایی که خودم برای خود دارم باز تعیین میکنم که کدامش کار کنم. ما باید یک جواب بگیرم دکتر. خیلی نمی جواب است. نه ما باید جوابم این است که نام یک از اینا باید گرفته شود. ما خود گفتم که عرصهشان محترم هستن بر من. باز؟ و بازم برنامه بر من بسیار نفر چهارم میخواین اضافه کنم؟ اضافه کنیم. آقای نبیل. گفتم این شما کسایی را میگیرین نمایشه که من کت کلشان رابطه بسیار خوب دارم. اما بر من مهم چیز، بر من مهم ایست که برنامه هایشان چقدر مردم افغانستان مهم. از این 4 نفر بیاین سوال ما تغییر میتونم، کدامشان برنامه هایشان به مردم افغانستان مؤثر است؟
ما حال کم کم در سیاست کار میکنیم، به او خاطر نمیخوایم نام کسی را جدا بگیریم. بدترین عادتی را که خودتان دارین و میخواین دیگه سال هاست مبارزه کردین که از این عادت بدور شوین، او عادتتان کدام عادت است؟ امی یک عادتی که دارم که همیشه مورد انتقاد فامیلم هستم، دیگان جایی که هیچ امو گپ ضرور نباشه که راست باشه، گپ راسته باید نزنم میزنم و امو با خاطر باز بسیار ضرر میبینم. به او خاطر اینی یک چیز است که نتونستم اصلاحش کنم و همیشه تو فکر میکنم یک کس از پشت سر برم الهام میته که بگو امی گپ راسته بگو و یکی از مشکلات است که من نتونستم سرش فائق بیایم. طولانی ترین عملیاتی که تا حال انجام دادین چند ساعت بوده دکتر صاحب؟ عملیات ها فرق میکنه، ولی طولانی ترین عملیاتم شاید 5 ساعت. 5 ساعت؟ بله. متواتر است؟ بله. جالب. هر قدر میگم از طب و طبابت صحبت نکنیم، باز میرم سر امو سوالایی که مربوط میشه با خود دیگه پرسان نمیکنم از امی. اهل خریداری هستن؟ بسیار زیاد. زیاد خوش دارم هر چیزه بخرم، اما وقت متاسفانه هیچ ندارم. ولی بیرون سفر که میرم چون یک ذره وقت میداشته باشم میدونم. بهترین تفریحی که به خود ایجاد میکنین چی است؟ فقط روزایی که رخصت باشم و بسیار زیاد تفریح جایی نمیرم، برای اولادای خود خوب آشپزی میکنم که یک لذت دست مادرم داشته باشم. چی را خوب پخته کده میتونین دکتر صاحب؟ از همیش سبزی شفتل گرفته تا قابلی کلش کم کم بازی میتم فامیلا. چی وقت میمارتان شوید دکتر صاحب؟ امروز هم میتونین که برین. یعنی یک سری پز هم هستین؟ یک قسمت شمه سوزانم یک چیدن شو پخته میکنم خامانش. نه دکتر صاحب، مرا تیر من نمیخوایم شفاخانه برو. 10 سال بعد دکتر صاحب نسرین اوریاخیل ما در کجا پیدا خواد کردیم؟ 10 سال بعد خب بخیر دیگه میریم طرف تقاعد و طرف خانه نشینی. اما ما تصمیم دارم بعد از اینکه وظایف رسمی ما خلاص شد با وظایف بیشتر خیریه بپردازم. کسی که بدون ماش کار میکنه او از قلب کار میکنه. اونو کارا را بسیار زیاد داشته باشم، باز میتونیم که دیگان بنیادهای خیریه باز مرا یافت کنیم. انشالله اگر ما بودم و زندگی بود حتما پیدایتان خواهد کردیم دکتر صاحب. ما بسیار خوشحال شدم که آشنا شدم با شما امشب. بیشتر به عنوان یکی از دکترای مجرب میشناختمتان و امشب بیشتر درباره تان معلومات پیدا کردم. شکر. و مو احترامی که نسبت به شما داشتم 10 چند شد. ممنون. خوش آمدین بسیار به برنامه ما. شکر. همیشه موفق باشین. برنامه سراچه واقعا یک برنامه عالیست. سلامت باشه. بیننده بسیار خوب داره. من هم یکی از بیننده هایش هستم. بخیر باشه. و هیچ وقت نیست نمیکنمش. چیالی هم افتخار است برای من. زنده باشه. کارای خانه را روز جمعه زود خلاص میکنم. برای دخترها میگم که زود کنیم که برنامه سراچه شروع میشه. آی شما مهربان هستید. تشکر. هر نظر انتقاد و پیشنهاد داشته باشین برای ما زادانه گفتم. تشکر. واقعا یک برنامه عالیست. تا بال بسیار خوب پیش میره. ولی اگر باز کدوم مشکل بود حتما انتقادم میکنیم. ما بسیار خوشحال خواهد شدم و واقعا امشب بسیار خوش گذشت و گپای بسیار خوبی از شما آموختم. خودم به عنوان یک آموزگاری که شما در اینجا نشسته صحبت میکنین، بر من یک آموزگار شدین واقعا. یک جان تشکر. از شما بیننده عزیز هم تشکر میکنم. هفته بعد باز هم با یک مهمان در خدمت شما دوستا میباشم. تا هفته بعد همیتونه به خداوند یک تا امانت میکنم. سر بلند باشین و خوش و خوشحال برای صلح و آرامش ای وطن هم دعا بکنین. وقتتان خوش.